مهری میتونه شوتزنی کنه، همین کارم انجام میده. حامد لک یه لحظه دفع ناقصش چیزی نمونده بود ساسان انصاری رو صاحب توپ کنه، اما خودش اومد و جمع کرد، کار رو سخت کرده برای تراکتوری ها. احسان حاج صفی حرکت میکنه، حالا برای مسعود شجاعی ضربش رو میزنه، شجاعی اما توپش در چارچوب نیست چون کشیدن جلو در زمین تراکتور هستن. ارسال بلند، خروج رشید مظاهری اما ادامه نداد و در جای خودش موند و توپم به نفع تیم تراکتور به بیرون رفت. خود محمد رضا خانزاده، ارسال بلند برای ساسان انصاری، موقعیت برای تیم تراکتور، خروج حامد لک و نهایتا توپی که نصیب بازیکنان ماشین میشه. ماشین بود که جدا شد به تیم تراکتور اومد. ارسال به روی دروازه، موقعیت برای تراکتور، تیموری ضربه رو میزنه تو به تیرکی دروازه برخورد میکنه، در ادامه همچنان موقعیت برای تراکتور هست. حالا ارسال و داور بازی رو نگه داشته، موقع ممکن به هم برخورد کردن. ارسال بلند، موقعیت برای تیم ماشین، رشید مظاهری توپ رو در دو مرحله گرفت. عطابک زارعی، معبودی یه لحظه اشتباه کرد، موقعیت برای تراکتور، احسان حاج صفی ببینیم چه خواهد کرد، ضربه رو میزنه اما توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. اسلامی خواه در محاصره سه بازیکن تراکتور، پاسش رو ارتوری از رسون به مرادی، موقعیت برای تیم ماشین، خود بابک مرادی حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و این بار هم تکل زیبای ایمان سلیمی. قائم اسلامی خواه باید ضربه کنه رو بفرسته، حال این کار رو انجام میده، موقعیت برای تیم ماشین و این ضربه ای که با اختلاف کم و ناچیز از بالای دروازه به بیرون میره. در پست دفاع بازی کرد که با خاطر مصونیت در این بازی نیست سعید مهری و این ضربه که در چارچوب نیست و از کنار دروازه به بیرون رفت. موقعیت برای تیم تراکتور، اسدی صاحب توپ است، شجاعی حرکت کرده، خود اسدی ضربش آرومه، حامد لک رو اصلا به زحمت نمیندازه. اکبر ایمانی صاحب توپ شده، خود اکبر ایمانی موقعیت برای شوتزنی هم داره، ضربش رو میزنه، توپ دیرک دروازه برخورد میکنه و شانس با حامد لکیار بود که دروازش بسته موند. چه ضربه ای زد اکبر ایمانی، اما انقدر هافبک های خوبی داره که جبران کرده. محمد رضا آزادی، ببینیم این تلس میشکنه یا نه، پاس به بیرون و گل، گل برای تراکتور، گل اول بازی به ثمر میرسه، تراکتور پیش میفته. پاس زیبایی که آزادی داد و گل زیبایی که اسدی به ثمر رسوند، دور از دستان حامد لک دروازه رو باز کرد. دژاگه حالا میتونه ارسالش رو انجام بده، این کار رو میکنه و توپی که مدافع ماشین راهی کورنر کرد. دکتر شدن موقعیت مناسب برای ماشین، ارسال بلند برای دروازه، ضربه که میزنن و رشید مظاهری مطمئن اونجا توپ رو در اختیار میگیره. یه زمین نشسته مربی ماشین آقای عبداللهی و استرس زیادی رو داره تحمل میکنه. با هم ارسال بریم که دروازه و ضربه که بزنن، گل، گل برای تیم ماشین، اما بله گل هم پذیرفته شده و نتیجه بازی 1-1 مساوی میشه. خوشحالی هم نکرد مقابل تیم تراکتور. فردین آبدینی گل زنی کرده مقابل تیم سابقش، به گل رسید و نتیجه حالا 1-1 مساوی میشه. این هم آقای علوی رو ملاحظه میکنید، سرپرست تیم ماشینسازی که فشار زیادی رو متحمل شد، اصلا حالش به هم خورد. یکی به آقای علوی رسید، چی شد برای آقای علوی؟ انشالله که اتفاق خاصی برای آقای علوی نیفتاده باشه، انقدر هیجان زده شد یه لحظه اصلا افتاد. خب آمبولانس رو فرا میخونن که بیاد، خدا کنه که برای آقای علوی از پیشکسوتان باشگاه ماشین سازی اتفاق خاصی نیفته. اصلا گل ماشین رو تحت تاثیر قرار داد، نتیجه بازی 1-1 مساوی شده. فردین آبدینی مقابل تیم سابقش گل زنی کرد. تصویر آستر رو بعد از لحظاتی با هم خواهیم دید. این ارسالی که انجام شد و از ضربه سری که فردین آبدینی زد و دروازه تراکتور رو باز کرد. نمیتونه زیادم بد باشه، یه ضربه سر موقع برای گل دوم و گل،
چه کسی هم گل میزنه؟ محمد رضا آزادی گل دوم تراکتور رو به ثمر میرسونه. دربی این دو تیم انقدر هیجانی و جذاب باشه؟ همه قدرتش ضربه رو زد، گل اول رو او کاشت اسدی زد و حالا گل دوم رو اسدی با این ضربه سر پای گذاری کرد و ضربه پای راست آزادی که گل دومه. حرکت خوب موقت برای اشکان دژاگه، گل سوم رو میبینیم. یالا دژاگه و توپی که به بیرون زد بلنده رو شاید خواهیم بود. این اتفاق میفته، یه ضربه از حامد لک موقت برای تیم ماشین و رشید مظاهری که هر طوری از توپ رو با چنگ و دندون میگیره. اعلام خطا هم شد. توت پایان بازی هم به صدا در میاد. تیم تراکتور موفق میشه 2-1 تیم ماشین رو شکست بده و 3 امتیاز دربی رو کسب کنه.